یکی از اصلی ترین مشکلاتی که زائران ایرانی هر ساله در ایام اربعین حسینی علیه السلام با آن مواجه می شوند، مشکل رفت آمد است. مشکلی که ریشه اصلی آن به مدیریت ضعیف، برنامه‌ریزی نادرست، فساد اداری در بخش‌های مختلف مربوطه و برخی دیگر معضلات مربوط می شود. همه ساله و در آستانه ایام اربعین حسینی، ده ها میلیون زائر و عاشق ابا عبدالله علیه السلام از نقاط مختلف جهان به سفر زیارتی کربلا می روند و در کشور ایران هم میلیون ها زائر آماده این سفر معنوی می شوند. پیش از شیوع کرونا و در سال 1398، طبق آمار رسمی حدود 3 میلیون زائر حسینی از ایران عازم سفر زیارتی اربعین شدند. امسال پیش بینی می شود حدود 5 میلیون زائر عازم سفر زیارتی اربعین شوند. زیارت اربعین با همه شیرینی و لذت های زیارتی که دارد، اما متاسفانه در بخش حمل و نقل در بسیاری از زمان ها موجب ناراحتی زائران ایرانی می شود، زیرا به دلایل بسیار زیاد از جمله مدیریت ضعیف، برنامه ریزی نادرست، فساد اداری در بخش های مختلف مربوطه و برخی دیگر مشکلات و معضلات، زائران را در رسیدن به مقصد و بازگشت به شهر خود بعد از پایان زیارت با مشکل مواجه می کند. البته مسئولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از اصلی ترین ارگان‌های متولی برنامه ریزی برای حمل و نقل زائران هر سال چند هفته قبل از آغاز ایام اربعین در اطلاعیه یا کنفرانس‌های خبری مختلفی وعده و وعیدهایی می‌دهند و تلاش می‌کنند نشان دهند که قرار است زائران از نظر رفت و آمد اربعینی خوب را پشت سر بگذارند. اما وقتی زمان زیارت می رسد، زائران با موانع و مشکلاتی مواجه می شوند که کامشان را تلخ می کند. از گران بودن هزینه های حمل و نقل یا بالا و پایین رفتن قیمت ها گرفته تا پیدا نشدن وسیله مناسب حمل و نقل و دیگر معضلات موجود. حالا که چند هفته ای به ایام اربعین زمان باقی مانده و مجدداً مسئولان وزارت راه ایران اظهار نظر و وعده و وعیدهای خود را دوباره آغاز کرده و امیدهای واهی به زائران می دهند، اما باید منتظر ماند و دید که آیا امسال نیز مشکلات سالهای گذشته پا بر جاست؟ یا اینکه بالاخره بعد از سالها انتظار زائران حسینی و عاشقان ابا عبدالله الحسین خواهند توانست بدون دغدغه و مشکل و با هزینه مناسب به زیارت بروند. در پایان لازم به یادآوری است که بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله همواره در سخنرانی‌های مختلف خود بر لزوم تسهیل امور زیارت برای زائران تأکید کردند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.